سلام، من امیرحسین فرزانه هستم. در ادامه پادکستی که تا الان پخش کردیم و ضبط کردیم و در موردشون صحبت کردیم با موضوع افزایش بهره‌وری و اینکه چطوری به حال خوب خودمون برسیم، امروز قراره در مورد این موضوعی صحبت بکنیم، موضوعی که به خصوص الان تو شرایط جامعهمون اهمیت بسیار ویژه‌ای داره، اونم تاب‌آوریه. قراره که یه سری مسائل رو در موردش صحبت بکنیم و ببینیم چطوری میتونیم تاب‌آوری رو توی زندگیمون پیاده سازی بکنیم. مهمون ارزنده‌ای که امروز داریم برای من یه جایگاه ویژه دارن و یه استاد هستن و هر وقت که من باهاشون صحبت کردم، غیر از اینکه خیلی کیف کردم، واقعا از صحبت کردن ایشون لذت بردم و ایشون به نمایندگی از محیط زیست اینجا هستن و محیط زیست فکر کنم در طول تاریخ به ما تاب‌آوری رو یاد داده و امروز هم مهمون سبزترین آدم ایران هستیم و خیلی خوشحالم که قراره با شما گفتگو کنم. من گفتگو با شما رو همیشه فرصت جدی برای یادگیری همیشه در نظر گرفتم. بچه‌ها خوشحالم که هم خودم هم دوستام قراره پای صحبت شما بشینم. برای منم خیلی افتخار بزرگیه، یکی از دوست داشتنی ترین دوستانم هستی بدون شک. برای من واقعا باعث افتخاره و ما توی این سری پادکست ها خیلی صمیمانه با هم صحبت میکنیم و من اشاره کنم این گفتگویی هم که الان داریم به جای اینکه بریم توی استودیو صحبت بکنیم، داریم توی کافه با هم صحبت میکنیم، شاید صداشو بقیه بشنون و ما خواستیم این فضای صمیمیه وجود داشته باشه دیگه. و میزبان شمایی من. درود بر شما. اول از تعریف تاب‌آوری شروع بکنیم. تاب‌آوری قراره که به ما بگه که ما چطوری در مواجهه با مشکلات بتونیم مقابله کنیم و خیلی سریع بتونیم به وضعیت قبلی خودمون برگردیم و بتونیم خودمون رو ترمیم بکنیم. من احساس میکنم محیط زیست در طول تاریخ اینو به ما نشون داده همیشه، نه؟ و چطوری بریم تو زندگیمون؟ خیلی موضوع جذابیه برای من. تاب‌آوری حتی فراتر از این که بخواد فقط به ما یاد بده چجوری با مشکلات مقابله بکنیم، یه جور رمز ماندگاریه. یعنی تاب‌آوری فقط ویژگی موجودات زنده نیست، ویژگی زیستمندان نیست، فراتر از آدم‌ها، فراتر از گیاهان و فراتر از جانداران. حتی من باورم بر اینه که بخشی از طبیعت هوشربایی که ما درش زندگی می‌کنیم، آبشارها، چشم‌اندازهای عجیب و غریبی که ما در این سرزمین باهاش روبرو هستیم، اونها هم دنبال تاب‌آوری هستن. اونها هم دنبال در واقع این پیام هستن که چگونه میتونن ماندگار باشن. به نظر من دماوند سمبل تاب‌آوریه در این سرزمین. ما باید تلاش بکنیم به یک فرمولی برسیم که در این فرمول حالمون خوب باشه. ما به عنوان انسان، ما به عنوان درخت، ما به عنوان جاندار یک حیوان، یا به عنوان دماوند چه کار بکنیم که حالمون خوب باشه. اگر حالمون خوب باشه تاب‌آوری، اگر دریاچه ارومی حالش خوب باشه بختگان، تش، کمجان، ارژن، پریشان، زاینده رود، کارون، اگه حالشون خوب باشه اونها هم تاب‌آورن. دوام تاب‌آوری این نشانه های ماندگاری طبیعت ایران منجر به تاب‌آوری زیستمندانی میشه که در کنارش زندگی میکنن. اصلا همین حسین عزیز، دلیل اینکه ایرانیان 3000 سال پیش به پایاب رودخانه کارون، جایی که کارون به دجله و فرات متصل میشه، گفتن اروند، اروند کلمه با قدمت 3000 ساله اینه که اروند یعنی بخشاینده، یعنی پربرکت، یعنی خروشان. اعتقاد داشتن که تا موقعی که اروند تاب‌آور باشه و به خلیج فارس برسه، برکت تو این سرزمین هست. هر چقدر که تو بتونی تو این سرزمین آدم‌های تاب‌آورتری رو بیافرینی، به عنوان یه حکومت بتونی کاری بکنی که مردم احساس تاب‌آوری بکنن، یعنی احساسی بکنن که حالشون خوبه، تو به دوام و برکت این سرزمین کمک کردی. چقدر قشنگ. دوستانم که ببینم که چطوری میتونیم اینا رو تو زندگیمون پیاده سازی بکنیم. ما واقعا میتونیم از محیط زیست الهام بگیریم. یه رویکرد دیگه هم داره که مثلا اینجا حتما در موردش صحبت میکنیم، نتیجه تحقیق دانشمندی که توی این حوزه فعالیت کردن. فکر کنم اینا رو میتونیم با هم به صورت موازی پیش ببریم و در نهایت یاد بگیریم که تو زندگی چیکار بکنیم. شما خودتون تو زندگی خودتون چطوری به این ماجرا نگاه میکنید؟
ببین یه چیزی که آدم وقتی که تو طبیعت غور میکنه بهش میرسه اینه که خیلی فرقی بین در واقع موجودات طبیعی تا نمیبینی. یعنی وقتی که تو کنهشون میری خیلی احساس نمیکنی که مثلا یه زنبور عسل فوایدش بیشتر از یه خرس قهوه‌ایه. اصلا به این باور نمیرسه که مثلا کفتار چون ظاهرش ممکنه نسبت به آهو کریه باشه حتما موجودیه که فوایدش هم کمتره. سهراب یه شعری داره میگه من نمیدانم چرا میگویم اسب حیوان نجیبیست و کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارم. سهراب بر مبنای درک درستی که از طبیعت پیدا کرده چیزی به نام شهروند خودی، غیر خودی، شهروند درجه یک، درجه دو در واقع تعریف نمی‌کنه. همه مخلوقات یک حکمتی هستن که میتونیم اسمش رو بذاریم پروردگار یا میتونیم اسمش رو بذاریم حقیقت طبیعت. جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر به این مفهوم برسی که این درسی که تو از طبیعت میگیری در واقع به مفهوم وارسته و والایی از تاب‌آوری رسیدی. خب اخیراً دانشمندای دنیا در واقع دارن روی موضوع کار میکنن. من چندی پیش با معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ژاپن یه ملاقاتی داشتم. یه خانم مسنی هم بود، گفتش که ما الان عبور کردیم از مفهومی به نام دموکراسی. دموکراسی شاخصی جامعه توسعه یافته بود به این معنا که میگفتن که فارغ از رنگ پوست، جنسیت، مذهب، طبقه اجتماعی، جامعه توسعه یافته جامعه‌ای که برای همه آحادش فرصت‌های برابر ایجاد بکنه. ما اینو میگفتیم جامعه توسعه یافته. الان میگه که ما به همراه اکولوژیست‌های از نروژ، سوئد، دانمارک و آلمان داریم روی مفهومی به نام بیوکراسی کار میکنیم. فراتر از دموکراسی. و بیوکراسی چی میگه؟ میگه که یک جامعه توسعه یافته جامعه‌ای که برای همه زیستمندان ساکن در اون سرزمین، اهم از اینکه انسان باشن، حیوان باشن یا گیاه باشن، حرمت حیات قائل باشه. حرمت حیات. بعد من بهش گفتم که این چیزی که شما الان داریم بهش میرسیم ما بیش از 1000 سال پیش بهش رسیدیم. بعد یه نگاه همراه با خنده به من کرد که یعنی با شما شرقی ها و ایرانی هم دچار توهم میدونم. بعد من براش از سعدی گفتم. گفتم سعدی 800 سال پیش توی این مملکت زندگی میکرده و وقتی میخواد از یک نام‌آور بزرگ وطن یاد بکنه از کسی یاد میکنه که 200 سال قبل از خودش زندگی میکرده و وقتی میخواد از یکی از نقاط فرازناک در واقع شاهنامه یاد بکنه، فردوسی یاد بکنه، به یک مفهوم محیط زیستی اشاره میکنه. میگه که چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک با میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. سیاه اندرون باشد و سنگ دل چه خواهد که موری شود تنگ دل. میگه تو به شرطی هموطن منی که امتداد زندگی تو منجر به آزار یک مورچه هم نشه. اگر این اسمش بیوکراسی نیست بس بیوکراسی چیه؟ بعد این خانومه نیمخیز شد. حالا این حرفای من رو این مترجم به زبان خارجی به بدبختی ترجمه میکرد براش. بعد گفت میشه یه بار دیگه این شعر رو بخونی؟ بعد من این شعر رو خوندم. بعد گفتش که خوش به حالت که یه همچین مفاهیمی رو میتونی با زبان مادری درک کنی. اولین بار بود که دیدم که یه بیگانه داره به زبان فارسی ما در واقع رشک میبره که خوش به حالتون که زبان فارسی میدونی. میدونی این حس چقدر با آدم حس تاب‌آوری میده، حس مفید بودن میده، حس جاودانگی میده. اینکه من باید خداوند رو شاکر باشم که توی سرزمینی زندگی میکنم که زبانش فارسیه و میتونم آثار فاخر ادبیات جهان مثل کلیله و دمنه، بوستان و یا در واقع حافظ و مولانا و شاهنامه رو به زبان مادریم بخونم و کیف بکنم. خیلی ها این کیفی رو که من میکنم نمیتونم بکنم. ما ابوالحسن خرقانی رو داریم که میگه هر کس در این سرا درآید،
هر کس بدون استثناء نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد حتماً بر خوان بوالحسن به نانی ارزد. ببین این آخر معرفت، آخر توسعه یافتگیه که غرب تازه داره به سرعت میره که بهش برسه. ما 800 سال پیش ابوالحسن خرقانی رو داشتیم که به این مفهوم رسیده. جامعه تاب‌آور، سرزمین تاب‌آور، سرزمینی آدم‌هایی هستند که به تنوع احترام بذارن، اجازه بدن هر کسی با هر مرامی، با هر مسلکی، با هر ویژگی فضای درخور برای رشدش داشته باشه و این میتونه در واقع اون بهشتی باشه که اگر بیافرینیم کسانی که دنبال دلالی بهشت هستن رو در واقع کاملا کاسبشون رو کساد میکنه. صحبت های شما همش من یه اتفاقی میداخت. یه دانشمند و یه روانشناسی در حوزه تاب‌آوری داریم، خانم لوسی هون، یه سخنرانی خیلی معروف داره. چون ایشون دقیقا در زمانی که داشته در مورد تاب‌آوری تحقیق میکرده دچار یک فاجعه میشه و جلوی خودش دختر 12 سالش رو از دست میده. میاد به این اشاره میکنه که مثلا تمام تحقیقاتی که کردم در لحظه از بین رفت، ولی حاصل 5 سال سوگواری و کنار اومدن با خودش و دنبال راه حل گشتن برای تاب‌آوری رو میاد توی یک سخنرانی توی تد عنوان میکنه و 3 مورد رو بهش اشاره میکنه که تاکید میکنه که این 3 رو اگر داشته باشین هیچ دردی رو شما پاک نمیکنین، ولی تاثیرش رو میتونین خیلی کم بکنین و میتونین خودتون رو التیام بدین. و توی این زمونه که ما زندگی میکنیم تاب‌آوری یک صفتیه که باید به دستش بیاریم، حتما یک صفتیه که باید برای رسیدن بهش تلاش بکنیم. صحبت‌های شما خیلی زیاد به یکی از اینا داشت اشاره میکرد. تو اون 3 نکته‌ای که ایشون میگه، یکی از مهمترین چیزه که میگه اینه که کسی نیستش که با موردی تو زندگیش مواجه نشده باشه، با مشکل بزرگی مواجه نشده باشه که نیاز به این تاب‌آوری نداشته باشه. هممون این اتفاق واسمون افتاده. اتفاقا تو اون سخنرانی میگه کیا هستن که واسهشون همچین اتفاقی افتاده، همه دستشون رو بالا میبرن. این پذیرش رو میگه داشته باشین که برای همه این اتفاق میفته و باید قبولش بکنید. دومین موضوعی که در موردش صحبت میکنه در مورد اینه که تکامل به ما این حس رو داده که همش از خطر بخوایم دوری بکنیم، به خاطر اینکه تو هر موقعیتی قرار میگیریم همش چیزای بد و خطرناک و ناگوار رو می‌بینیم. یعنی تو یک موقعیت اگر مثلا شما یکی از بار میومده بیرون یه رنگین کمون داشته سمت راستش میده، سمت چپش یه سری گرگ میده، رنگین کمونه رو کاری نداشته، یعنی میدونسته که باید حواسش به اون گرگا باشه. حالا به این نکته ایشون اشاره میکنه که ما باید خودمون رو آموزش بدیم و ذهنمون رو تمرین بدیم که اتفاقا همین مسائلی که الان شما دارین در موردش صحبت می‌کنید اینا رو بریم ببینیم و در دل تمام این اتفاقات با تمام کدر بودن و مشکلاتی که به همراهش داره همیشه یه فرصتایی هم هست که ما خودمون رو بریم بهتر بکنیم و یه عالمه چیز خوب هم هست و دستاوردی که باید اونا رو هم ببینیم. الان اینه که شما داشتین میگفتین برای من تداعی کننده اون بودش که ما اصلا چطوری میتونیم این اتفاقا رو تو زندگیمون ببینیم که به قشنگترین حالت شما بازگو کردید. خیلی در واقع زندگی کردن در عین اینکه فکر میکنیم دشواره میتونه ساده باشه. اگر همین 3 اصلی رو که اشاره کردی رو ما عملا تو زندگیمون پیاده بکنیم و اگر که بریم سفر بکنیم، هر چقدر تو بیشتر سفر بکنی، با جامعه محلی بیشتر ارتباط برقرار کنی، به چشمات مجال دیدن بیشتری بدی، بهتر میفهمی که تا چه اندازه این رمز تاب‌آوری میتونه در واقع در جای جای دنیا بهت الهام بخش باشه. این خیلی بسیار نکته مهمیه. ما توی ایران هموطنانی داریم که 2860 سال از عمرشون میگذره، یک گونه اندمیک، گونه که در هیچ جای دیگری از کره زمین نیست به جز در ایران، به نام اورس جونیپروس. و اورس یک سوزنی برگ با جنس ماده که در ارتفاعات شهرستانه در بالا دست سد کرج به من و تو داره 2860 سال لبخند میزنه. اگه بری و 2-3 ساعت از وقت خودتو صرف تماشای این ارس کنی، صرف زیستگاهش بکنی،
میبینی که اتفاقا این عرصه در یه جایی داره زندگی میکنه که عمق خاک بسیار کمه، در یه جایی داره زندگی میکنه که شدت باد بسیار زیاده، در یه جایی داره زندگی میکنه که تفاوت دمای شب و روز فوق‌العاده زیاده. یعنی همه اون اتفاقاتی که تو میتونی به عنوان دشواری زیست مطرحش کنی، میتونی براش فوق‌العاده در واقع سختی کار بگیری، در واقع در زیستگاه ارث وجود داره. در این حال ارث به هیچ جنبنده ای نه نمیده، چتری رو درست کرده که کلبوزها و پوچونیشها و حتی دامهایی که گذری از اونجا رد میشن زیر سایش میشینن، تو تک تک شاخه هاش پرنده ها لونه کردن و تو صدای نغمه شورآفرین اونها رو میشنن. مولانا میگه آب کم جو تشنگی آورد به دست، آب بجوشد آبت از بالا و پست. من فکر میکنم اون قرص شهرستانک در واقع داره به ما ترجمه شعر زیبای مولانا رو میگه و فکر میکنم مولانا اگر تونستی همچین شعری به سرایت، در واقع این مجال به خودش داده که طبیعت ببینه. من همیشه به بچه ها میگم، به جوان ها میگم که فرصت بذارید به طبیعت این سرزمین رو با درنگ تماشا بکنید. این تماشای با درنگ طبیعت الهام بخش شماست برای اینکه رمز تاب‌آوری رو به دست بیارید و وقتی که رمز تاب‌آوری رو به دست آوردید از یه انرژی برخوردار میشید که چیزی به نام غیر ممکن برای دیگه معنی پیدا نمی کنه. اون وقت دیگه حتی اگر عزیزترین کست رو هم از دست بدید به معنی پایان زندگی تلقی نمیشه. چرا؟ چون یاد گرفتی که اولین شرطی که تو بتونی به حیات مؤثر خودت ادامه بدی اینه که یه رابطه عاشقانه با خودت داشته باشی. اون روانشناس، اون خانم روانشناس به این درک رسیده، خودش رو باور کرده، به این حس رسیده که حضور من در این دنیا سبب شده که زندگی برای یه آدم حداقل حال بهتری باشه. اینو باور کرده، از خودش راضیه، از عملکردش راضیه، ولی از خود راضی نیست. خب وقتی تو رابطه خوبی با خودت داشته باشی، رابطه عاشقانه‌ای با خودت داشته باشی، اون وقت کسی میشی که همه از مصاحبتت لذت میبرن. تو ناخودآگاه پیام‌آور امیدی، پیام‌آور انرژی. خود انگوستین فرزانه معروف به بمب انرژی. چرا یه همچین اتفاقی در موردش میفته؟ خاطر اینکه وقتی به گذشتش نگاه میکنه با افتخار فکر میکنه که من آدم مفیدی بودم برای این سرزمین، من از حد اکثر توان خودم استفاده کردم تا حال دست کم بخشی از دایره نفوذ آدمهایی رو که در هیتشون بودم رو بهتر بکنم. و این به تو انرژی میده که ادامه بدی. من فکر میکنم اگر ما به اینجا برسیم این اتفاق میافته. اون تالاب بختگان در قلب استان فارس یا دریاچه کافتر یا تنگه حایقه یا اون رویشگاه ارزشمند 6 میلیون هکتاری بلوط در زاگرس یا اون بلند مازوهای سر به آسمان کشیده در فریدون کنار در جنگل خیرود ایرکانی، احساس میکنن که خیلی به این کشور دارن کمک میکنن، به این سرزمینشون. احساس میکنن که اگر نبودن تفاوت دمای شب و روز کمتر میشد، ریزگردها بیشتر میشدن، تولید اکسیژن کمتر میشد، ترسیب کربن کمتر میشد، کمتر آشیانی برای پرندگان پیدا میشد. احساس مفید بودن میکنن و اینجوری دین ما اون وقت چیه؟ دین ما اینه که کمک بکنیم که این تاب‌آوری حفظ بشه. بله. کمک بکنیم که در پای آزمندی های زود گذر زاینده رود رو خوش نکنیم، گاوخونی رو نابود نکنیم، کارون رو کم آب نکنیم، تا بتونن بقیه زیستمندانی هم که در طول میلیون ها سال در کنار اینها حال کردن حال خوب رو در واقع همچنان استمرار ببخشن. این صحبتایی که بهش اشاره کردیم یه موردش میمونه. من دوست دارم اینو نمونهش رو توی طبیعت ببینیم چطوری پیاده سازی کنه. توی دو تا موردی که اشاره شد، مورد سومش اینه که ما هوشمندانه کنترل رو بگیریم دست خودمون. چیزی
هر کاری که میخوایم بکنیم ببینیم به سودمون هست یا نه. خودش همین مثال جالب میزنه، میگه وقتی این تصادف رو شاهدش بودم، من با خودم حساب میکردم اگه من برم توی دادگاه و اون راننده رو ببینم حالمو بهتر میکنه یا بدتر. حد میدم که برام خوب نیست، نمیکردم. به مثلا همسرم انتخاب دیگه ایش برسات عنوان ویژگی که در نظر میگیره برای تاب‌آوری اینو میدید که قبل از هر اقدامی بسنجیم که این به صلاحمون هست یا نیست. طبیعت هم این کار رو میکنه، این انتخاب رو انجام میده که چیزی که به صلاحش نیست رو انجام نده. ما تو طبیعت هم اینو داریم برای تاب‌آوری. خیلی نکته جالبیه. اصلا طبیعت مهمترین قانونش همینه. این که دووم آورده تا حالا میگن تئوری یا پندارینه در حقیقت زیست برتر، یعنی کسی که برتر باشه، کسی که قدرتمندتر باشه، کسی که تاب‌آورتر باشه، این اجازه رو بهش میدن که نسل خودش رو در واقع تکثیر بکنه. اصطلاح گاوبانگی رو شنیدی؟ نه متاسفانه. گاوبانگی به پیشنهاد میکنم مثلا برید پارک ملی گلستان در شمال شرق ایران و در حقیقت زمان جفتگیری گروهی از علفخواران ما مثل کلوبوز و قوچونیش و مرال و شوکا اونجا ببینی که چگونه اینها جفتشون رو انتخاب میکنن. قبل از اینکه جفتشون رو انتخاب بکنن یه مرحله ای داره و اونم اینه که در یک مبارزه ای باید بین خودشون قوی ترین رو انتخاب بکنن. هر کسی نمیتونه با اون جفت، با اون در واقع مرال زیباروی ماده جفتگیری بکنه. باید یه استحقاقی داشته باشه و این استحقاقش در یک مبارزه مشخص میشه. به این مبارزه میگن گاوبانگی. اون کسی که میبره و یعنی که مقاومتره، یعنی که تاب‌آورتره، یعنی که قدرتمندتره و یعنی که باهوشتره، چون فقط هم با قدرت تو نمیتونی حریف رو شکست بدی. بعضی موقع میبینی که توی شیبی میسته که توی اون شیب حریفش وقتی میاد تعادل خودش از دست میده و نمیتونه اون ضربه کاری رو بهش بزنه و اونه که پیروز میشه و اون وقتی که اون اثاره هوشمندیه میرسه برای تکثیر در واقع نسل خودش. چرا ما الان نگران انقراض یوز پلنگ ایرانی هستیم؟ چرا نزدیک به 3/4 ایرانی ها از مرگ پیروز اشک ریختن، ناراحت شدن این طوله در واقع 11 ماه فرزند ایران و پیروز؟ چرا الان اینقدر ما تلاش داریم میکنیم، چند میلیون دلار هزینه میکنیم که نذاریم سرنوشت یوز پلنگ ایرانی، میشمرغ، سیاه خروس یا خرس سیاه به سرنوشت ببر هیرکانی یا شیر یالکوتای ارژن دوچار بشه که توی این سرزمین میخرامیدن و افتخار ایران بودن. روی پرچم ایران ما شیر رو داشتیم تا سالیان سال، همین الان تو سردر بهارستان داریم. خب اینا رفتن، ما داریم زندگی میکنیم، یوز پلنگ هم بره. چه ربطی به حضور اینها و تاب‌آوری این سرزمین داره که ما براش هزینه میکنیم؟ نکته خیلی مهمیه امیر حسین. ببین اون روزی که پیروز فوت کرد، ما تونستیم با دوربین های خودمون یه یوز پلنگ معنر رو شناسایی بکنیم در منطقه عباس‌آباد، در استان اصفهان، در شرق استان اصفهان، بین انارک و عروسان. اگه بری اون بر به سمت در واقع خور و بیابانک، جندق و مصر، اون منطقه رو میبینیم. اولش خیلی خوشحال شدیم، گفتیم ای یه یوز پلنگ رو تونستیم بلاز مدت رو ببینیم، چون الان میگم فقط 20 تا یوز پلنگ با همون تو کشور ما. ولی بعد که با آرشیو مقایسه کردیم دیدیم این یوز پلنگ همون یوز پلنگه که پارسال تو اردکان یزد دیدیمش. این یوز پلنگ 220 کیلومتر در طول یک سال حرکت کرده بود برای اینکه به یه جفت برسه و نرسیده بود و هنوز تنها بود. ببین تو خودت بذار جای یوز پلنگ و فکر کن توی سرزمینی داری راه میری و هیچ همنوعی نمیبینی، هیچ کسی مثل خودت نمیبینی. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا همه با من قهر کردن؟
من چه کاری کردم که این اتفاق بود؟ این چه دوزخی من توش گرفتار شدم؟ این روزگار آخرین موجودات یک گونه چقدر میتونه تلخ و غمبار باشه؟ فراتر از این تلخی و غمباری اینه که وقتی ما یوسف ملنگو از دست میدیم، در واقع یک اتفاق مهمتر دیگری داره میفته، چون یوسف ملنگ بخشی از اکوسیستم ماست که ما هم جز بشیم. ببین تلاش ما برای حفظ یوسف ملنگ ها، یعنی تلاش ما برای حفظ تومه های یوسف ملنگه. موقعی حال یوسف ملنگ خوبه که حال آهو و جویر خوب باشه، یعنی حال علفخوار. چه موقع حال علفخوار خوبه؟ که پوشش گیاهی خوبی باشه، که آبی باشه، که خاکی باشه، که اگر اونها باشه غذای سالمی ازش به دست میاد و ما درگیر سونامی سرطان نمیشیم. چرا میگیم یوسف ملنگ نماد طبیعت ایرانه؟ برای اینکه اگه تو بتونی توی سرزمین امنیت یوسف ملنگا رو حفظ کنی، یعنی آب و خاک این سرزمین سالمه و در نتیجه فرزندان تو آینده بهتری خواهند داشت، دور از کابوسی به نام سرطان. ما همه عضو یک اکوسیستم هستیم. این مفهوم دقیق تاب‌آوریه، اینکه اجازه بدیم برای همه فضا برای زیستن باشه. ما در واقع خودمون رو یک اشرف مخلوقات تصور نکنیم، ما خودمون رو مالک مطلق زمین تصور نکنیم، فکر نکنیم که این حق رو داریم که هر جوری میخوایم زمین رو مسخر خودمون کنیم. عین حماقته. ما همه سوار یه قایقیم. این قایق اگر قرار باشه تاب‌آور بمونه، باید همه با امنیت توش بتونن حرکت بکنن. اگه یه جای سوراخ بشه، اگه یه یوسف ملنگ کم بشه، یه خرس کم بشه، یه فیل کم بشه، کار هممون تمومه. این مفهوم واقعی تاب‌آوری و این درسی که ما میگیریم وقتی که ما ببر هیرکانی رو از دست داریم که در 1130 میزان وسعت رشدگاه‌های جنگلی ما 3.5 میلیون هکتار بود. 3.5 میلیون هکتار در گلستان، مازندران و گیلان. الان که داریم ما هم صحبت میکنیم، 65 ساله که ما ببر هیرکانی رو از دست داریم و وسعت رشدگاه‌های جنگلی ما به 1.6 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده. ما بیش از نیمی از جنگل هامون از دست دیدیم. چرا؟ فکر می‌کنی چرا؟ باعث تأسف فقط. ببین تو الان به راحتی یه دونه تبر میگیری میری تو جنگل و درخت قطع میکنی، میری برای خودت ویلا میسازی، جاده میسازی. اگر ببر هیرکانی سلطان جنگل تو اون جنگل میبود، تو به خودت جرأت میدادی با یه اره یا با یه تبر بری سراغ این درخت ها؟ و ما درخت‌ها رو نابود کردیم. فرسایش خاک افزایش پیدا کرد، سیل افزایش پیدا کرد. سیل‌های الان تو این دهه‌های اخیر داره در رامسر و رشت و بقیه شهرهای شمال اتفاق می‌افته که از قدیمی‌ها که بپرسی میگن اصلا سابقه نداشته. این جنگل‌ها همیشه جلوی سیل رو می‌گرفتن و نمی‌ذاشتن باران تبدیل به سیل بشه. اما ما ببر هیرکانی رو که از دست دادیم، همه این معضلات اومد. همون که اول گفتم، جهان چون خط و خال و چشم و ابروز، هر چیزی به جای خویش نکو. یعنی حکمتی وجود داشته در اینکه ببر هیرکانی هم در این سرزمین باشه. و بچه‌های ما باید اینو بدونن. بچه‌های ما تو دبستان‌ها باید بدونن که چرا ما باید بخشی از انرژی خودمون رو، وقت خودمون رو، سرمایه خودمون رو برای حفظ یوسف ملنگ ایرانی، میشمرغ، سیاه خروس، خرس سیاه هزینه کنیم. این به نفع تاب‌آوری همه ما. بسیار عالی. من که اصلا اینقدر دارم یاد میگیرم و لذتی برم، نمیدونم چی بگم، ولی دوست دارم یه جمع‌بندی بکنم. تاب‌آوری از یک نگرش میاد، اونم اینه که ما چطوری این اتفاقایی که برام میفته رو بهشون نگاه میکنیم. پروفسور کارول دویک، روانشناس بزرگ، تاب‌آوری رو اینجوری باش برخورد میکنه که این یک فرصته برای اینکه شما چیزی یاد بگیری و رشد بکنی اگر به سمت یه هدفی بخوای ببری. بعد مدل‌های مختلف با فجایع روبرو میشه. بعضی وقتا خیلی سریع اتفاق میفته، مثلا یک عزیزی رو از دست بدی، یا اینکه مثلا تو طبیعت یا سیل بیاد، زلزله بیاد، خیلی سریع اتفاق میفته. بعضی وقتا هم به مرور اتفاق میفته و موجودات زنده ما فرصت اینو داریم که باهاش خودمون رو تطبیق بدیم، یعنی در طول زمان خودمون رو این انعطاف‌پذیریمون رو نشون میدیم و تغییر میدیم. حالا تو طبیعت
دیدیم سیل اومده، زلزله اومده، آتش فشان فوران کرده، ولی طبیعت مونده سر جاش. و اینو چطوری بیاریم تو زندگیمون؟ چطوری این تاب‌آوری که طبیعت هم در طول زمان هم به صورتی که با فاجعه روبرو شده رو بیاریم تو زندگی خودمون پیادهش کنیم و درس بگیریم از طبیعت؟ ببین، در واقع سیل، زلزله یا آتش فشان بلا نیست در قانون طبیعت، بلکه لازمه تداوم تاب‌آوری طبیعت. بسیاری از چشمه ها، بسیاری از جریان های آب‌های شهر یا دریاچه ها بعد از زلزله ها پدیدار شدن، آبدارتر شدن. بعد از زلزله بم، قنات ها در بم در کرمان حالشون بهتر شده. اگر ما این قوانین رو بدونیم، مثلا ببین الان تو تهران 16 گسل فعال وجود داره. خب آقا شما چرا باید در جایی که 16 گسل فعال وجود داره بیای و یه شهر 10 میلیونی رو مستقر بکنی، 26 میلیون سفر هم در روز بذاری، سفره‌های آب زیرزمینیش هم بمکی و تهران رو با پدیده فرونشست روبرو بکنی که یه زلزله 5 ریشتری میتونه خسارتی بیشتر از یه زلزله 7 ریشتری ایجاد بکنه. اگر اون زلزله بیاد، این نتیجه خشم خداوند نیست، بلکه نتیجه حماقت ما آدم ها که قوانین طبیعت رو درک نکردیم. خب قصه اینه، طبیعت داره میگه که همه اینها میتونه در واقع ثمره ای باشه، دلیلی باشه یا ادامه‌ای باشه از روند تکاملی که ما باید طی بکنیم. ببین الان حاصلخیزترین بخش ایران، حاصلخیزترین بخش ایران جلگه خوزستانه. در پایاب چرخه، دز، کارون، جراحی، زهره و مارون قرار گرفته. پر آبترین رودخانه های ایران. خب سیل‌های مهیب در طول تاریخ اونجا اومده، مواد مغذی رو از کوهستان ها شسته و برده توی اون دشت مسطح هموار، آروم آروم اجازه رسوب داده و بعد اونجا با اون توان حاصلخیزی خارق‌العاده‌ای که داره به عنوان قطب تولید غذا تو ایران معرفی شده. ما بیش از 15 میلیون تن در خوزستان داریم تولید غذا میکنیم. این مرهون همون سیله که یه نعمت بوده. حالا ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم در مسیر این رودخونه ها برای خودمون خونه بسازیم، کارخونه بسازیم، جاده بسازیم، پل بسازیم و بعد این سیل ها بیاد اینا رو خراب بکنیم. ما حق نداریم بگیم سیل نعمته بابا. سیل همچنان نعمته. ما نفهمیدیم و درک نکردیم و به این قوانین احترام نذاشتیم. ما اگر در دشت کربال، در استان فارس، در مینا، در استان هرمزگان، در پایاب حلیل‌رود، در جازموریان، در دشت نیشابور قطب کشاورزی داریم، به خاطر سیل‌هایی که اتفاق افتاده و می‌افته و ما باید قدر این قوانین رو بدونیم. ما باید به حریم بستر سیلاوی رودخانه‌ها احترام بذاریم اگر بخوایم تاب‌آور ببینیم. ما باید خانه رود رو، یعنی رودخانه رو بهش احترام بذاریم. اینا قوانینیه که ما باید درک بکنیم. یه حکومت تاب‌آور حکومتی که اجازه بده مردمش فارغ از هر نوع دغدغه و تعلقات فکری، سیاسی، مذهبی که دارن زندگی خودشون رو انجام بدن. نباید به زندگی خصوصی اونها ما ورود پیدا بکنیم اگر میخواییم تاب‌آور بمونیم. و این درک قوانین حاکم بر مناسبات اجتماعی میتونه منجر به ایجاد یک تاب‌آوری نظام سیستم سیاسی دنیا، کشور، منطقه بشه. مثلا میگن چرا امریکا به این همچین جایی رسیده؟ امریکا جاییه که تو اگه چینی باشی، اگه ایرانی باشی، اگر عرب باشی یا هر ملیت دیگه ای، ولی نهایت توان و خلاقیت رو داشته باشی، میتونی یه روز رئیس جمهور آمریکا باشی، میتونی یه روز سناتور باشی، میتونی یه روز در واقع رئیس پارلمان باشی. این تنها کشور دنیاست که همچین فرصتی برات فراهم شده. میتونی جزء اونا باشی. در صورتی که اولین قانونی که اینجا ما داریم برای اینکه کسی بخواد مثلا کاندیدای ریاست جمهوری باشه، اینه که حتما تا هفت جد و آبادش ایرانی باشه. چرا باید ایرانی باشه؟ چرا نباید یه آدم باشه؟ یه آدم به درد بخور باشه؟ این قوانین نژادپرستانه
منجر به کاهش تاب‌آوری میشه. درسی که ما از طبیعت میگیریم اینه که هیچ قانون نجات پرستانه وجود نداره. هیچ شهروند درجه یک و دوی وجود نداره. همه اومدن تا به سهم خودشون به حال خوب زمین کمک بکنن. اخیراً یک دانشمند آلمانی به نام توماس کای یک پژوهشی رو در ایران انجام داده و به این دریافت تکان دهنده رسیده که در طول 2 دهه اخیر 60 بید روز پرواز در ایران منقرض شده. بید روز پرواز که شاید به نظر چیز بی اهمیتی میاد، اما این بیدها مسئول زادآوری مراتع ایران هستند. اینها گرده ها رو بلند میکردن، از نر به ماده منتقل میکردن و منجر به کاهش برهنگی سطح زمین و تولید غذا میشدن. ما حق نداریم به بهانه ساخت جاده، سد، کارخونه، استقرار غلط سکونتگاه‌های انسانی، زیستگاه بیدهای روز پرواز از بین ببریم و باعث بشیم 40,000 روستا در طول 5 دهه اخیر از سکنه خالی بشه به خاطر اینکه گرد و خاکش نشسته رو سرشون. و اینا همه به هم دیگه ارتباط داره. ما چندی پیش رفته بودیم در ایلام و بررسی میکردیم که چرا استان ایلام 70% بلوطاش در حال نابودیه. استان ایلامی که نسبت به استانهای دیگر زاگرس‌نشین کمتر درگیر مسائل صنعتی و آلودگی بوده. بعد فهمیدیم که یه رابطه عجیبی بین دارکوب سرسرخ و این نابودی وجود داره. یه موقعی ما وارد این بیشه‌زارا می‌شدیم، یه صدای ضرب و هنگ آشنا می‌شنیدیم، صدای برخورد منقار این دارکوبا با بدنه در واقع درخت. سال خواست که این صدا رو کمتر می‌شنیدیم. دارکوبا با اون منقارشون لای چوب درخت‌های بلوط می‌گشتن و لارو سوسکای چوب‌ها رو پیدا می‌کردن. قبل از اینکه این لاروها مجال پیدا کنن به سوسک تبدیل بشن می‌خوردنشون. حذف فیزیکیشون می‌کرد. از موقعی که سگ‌های گله زیاد شدن، دام زیاد شد، کشاورزی در زیرشکوب زیاد شد، گلازنی زیاد شد، کتزنی زیاد شد، آتش‌سوزی جنگل‌ها زیاد شد، دارکوب‌ها احساس امنیت نکردن، دارکوب‌ها رفتن. دارکوب‌ها که می‌روند، سوسک‌ها می‌آیند و کارون نمی‌ره و چرخه نمی‌ره. این قانون طبیعته. تاب‌آوری از بین میره. شاید در یه نگاه معمولی بگید دارکوب ربطی به زندگی من داره، ها؟ ولی دقیقا دارکوب به زندگی ما ربط داره. همه چی به هم دیگه ارتباط داره و برای همه ما به یه اصلی رسیدیم به نام باترفلای افکت، اصل پروانه. از 1972 این اصل در واقع مطرح شد. این اصل میگه اجزای اکوسیستم اونقدر دیگه به هم مرتبطه که اگر یک پروانه بال خودش رو در آمازون به حرکت در بیاره، ممکنه منجر به یک طوفان مهیبی هزاران کیلومتر آنسوتر در نوادا بشه. اینقدر اجزای اکوسیستم به هم مرتبطن. و این مفهوم عمیق رو 800 سال پیش یه ایرانی به تمام دنیا گفته. باورت میشن رسن وقتی که سعدی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. داره تاکید میکنه بر پیوستگی و پیچیدگی و انسجام این اکوسیستم. تو نمیتونی یک قسمتش رو حذف کنی، همونطور که نمیتونی تو بگی اشکالی نداره من کلیه رو میدم کنار، قلب رو میدم کنار، پا رو میدم دست میدم. نه، تو برای اینکه حد اکثر بیشینه در واقع پتانسیل خودتو و تاب‌آوری خودتو داشته باشی به همه اینها کنار هم نیاز داری و بالاتر از این به همه سلایق و تفکرها و ایدئولوژیها نیاز داری و بالاتر از این به همه زیستمندان نیاز داری و بالاتر از این به همه چشماندازهای هوشربای این سرزمینت نیاز داری. هنرمند کسیه که بتونه راهی برای معیشت خودش انتخاب بکنه که امتداد معیشتش منجر به آزار هیچ کدوم از این مؤلفه ها نشه. اون تاب‌آوری واقعی. من که خیلی لذت بردم و آرزو میکنم که اول از همه خودم این مسئله بتونم توی زندگیم پیاده‌سازی بکنم. و برای خودم یه پیام دیگه هم داره که ایرانو باید خیلی بیشتر از اینو بشناسم. خب
توقع ندارم که اینجا قدر شما بشناسم، ولی شناختش میتونه خیلی دستاوردهای بزرگتری از اینکه فقط جغرافیا رو بشناسم داشته باشه، میتونه حالمو خوب بکنه و اینکه درسای زیادی داشت. آره ببین، من خودم وقتی وارد دانشگاه شدم سال 1366 من رشته مرتاب خیزداری رو در دانشگاه تهران شروع کردم. یکی از این بچه هایی که هم کلاسی ما بود خیلی آدم به ظاهر خشنی بود، همه می گفتن از این دوری کن، سلام علیکش فوش خارمادر بود. خب این تو رو خلاصه از راه به در میکنه. منم جوون بودم، سنی نداشتم، سعی میکردم واقعا ازش دوری کنم. تا اینکه یه روز که کلاسمون تموم شد، آخر غروبم بود، هوا هم سرد بود، با هم دیگه راهی شدیم تا بریم سوار اتوبوسای چون دانشکده ما کرج بود تا بریم میدان آزادی. خیلی هم سوز سردی بود. من کلاسورمو دادم بهش، اسمش رضا بود، و یاد دارم من این زیپ اورکوتام ببندم. بعد که این کارو کرد، کلاسورم ازش گرفتم، خودش کلاسورش رو داد به نفر سوم که با ما بود و اونم زیپ اورکوتش رو بند. من خیلی تعجب کردم، من رضا چرا این کارو کردی؟ خب من که الان همین زحمت رو به تو دادم، میدادی کلاسورت رو به من تا اون کار رو بکنی؟ ببین یه جوابی به من داد که محمد درویش رو یه آدم دیگه کرد، جواب یه آدمی که فکر میکردم لومپنه، باید ازش دوری کنم، به هیچ دردی نمیخوره. گفتش که نیکی هنری نیست به امید تلافی، احسان به کسی کن که به کار تو نیاید. اصلا تکون خوردم، فکر نمیکردم رضا بتونی همچین درسی به من بده. آقا اینقدر خودتو بالا نبین، هر کسی میتونه به تو درس بده، هر کسی میتونه به تو درس بده، این بزرگترین درسی که تو از طبیعت هم میتونی بگیری. من ندیدم نارون شاخه خود را بفروشد به کلام، من ندیدم دو سنوبر رو با هم دشمن. این درسی که ما از طبیعت میگیریم. پر از درس و یادگیری و لذت بود گفتگو با شما، و خوش به حال من که فرصت اینو داشتم که با شما گفتگو بکنم، و مطمئنم همه کلی لذت میبرن و یاد میگیرن ازتون، و من به این دوستیمونم افتخار میکنم خیلی زیاد. خیلی ممنونم از تو که این فرصت رو فراهم کردی. میدونم که هر سال یه ایده جدیدی رو مطرح میکنی و حضورت تو ایران یکی از بهانه های افتخار به ایران رو بنده. قربونتون برم، خیلی دوستتون دارم. مرسی از وقتی که گذاشتین، مرسی از اینکه دانشتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. من ازتون خداحافظی میکنم و از طرف تمام کسایی که دارن گوش میدن ازتون تشکر میکنم. متشکرم، مرسی. یعنی اگه آسون بود که خب همه میشدن بهترین، موفقترین، پولدارترین آدم دنیا، قهرمان المپیک. اونی که دوام آورده شده دیگه، واقعیتش اینه. من خودم شاید اگه نشدم قهرمان المپیک، شاید خیلی جاها دوام نیاوردم. میدونی چی میخوام بگم؟ بذار یه نقل قولی کنم از مربی جدیدم که جامائیکاییه و مربی یوسین بولت بوده. خیلی برام جالبه که این حرفو زد. میگه مهمترین چیز توی هر موفقیتی فداکاریه. میگه آدمایی که فداکار نیستن هیچ وقت موفق نمیشن. خب امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم اگر ما رو سابسکرایب کنید، به بقیه پیشنهاد بدین و برامون کامنت بذارید. منم قول میدم که تمام کامنت ها رو پاسخ بدم. بریم برای برنامه بعدی با یک موضوع جذاب دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه.